ستا مقدار کاهش. بله. ستا چندتا؟ ستا هفتا. پس مقدار کاهش 21. 21 کاهش خواهد. سرعت ثانویه. آها 70 تا بوده، 21 ازش میخواد کم بشه. خدا آره. باحال. این دفعه کمش کردم، ورش داشتم. چقدرش مون؟ چندی از 10 تیکش 7 تیکش مون. هر تیکه هم 7 بود دیگه. 7 7 49 تا. یا بگو مقدار اولیه 70 بوده، 21 ازش کم بشه. آره 49 تا. این بالتر. مقدار ثانویه و اولیه 49 به 70 دیگه، درست تمام بله. شده به 7 هم ساده میشه چون 7 اوکی عالی. بریم یه جور دیگه حل کنیم. سرعت خودرو 70 30 درصد این من بگم کاهش. کاهش این کاهشه. همون رو می‌خوایم به اون روش سریع‌تر حل کنیم. اوکی مقدار کاهش بعد چیکارش کنم؟ خب 30 درصدش بود دیگه، درسته؟ بله. یعنی دلتا وی ما 30 درصد مقدار اولیه بود. درسته؟ 30 درصد 70 میشه چقدر؟ 21. 21. خب سرعت ثانوی مگه کم نشده؟ بله. باید بشه مقدار اولیه منهای تغییر سرعت این دفعه. چرا؟ چون کاهش کاهش رو آورد. بله. اگه افزایش میگفت باید به اضافه دلتا وی رو میگفتی. درست. اوکی. نسبت سرعت ثانوی اولیه 49 به روی 70 که میشه 70. حالا با همون درصده بریم جلو. یه سوال، اگه میگه 30 درصد کم میشه اولش چند درصد بود؟ 100 درصد. رسیده به 70 درصد. 30 تا کم کن میشه 70 درصد. آره. یعنی سرعت ثانویه میشه 70 درصد سرعت اولیه که 70 صدم ضرب در 70 میشه 40. 40 نوت. یه نسبت رو میخواد. ثانویه مگه 70 صدم وی 1 نبود؟ بله. اولیه مگه خود وی 1 نبود؟ آقا 70 صدم وی 1 به وی 1 به خود دوباره وی 1 افتار رو میده. بله. عالی عالی. اوکیه. بریم قسمت بعدی، نسبت تغییرات. ما تا حالا داشتیم در مورد درصد تغییرات صحبت میکردیم. انقدر درصد زیاد شده؟ درسته. انقدر درصد کم شده؟ الان میخوایم بگیم که این نسبت زیاد شده یا کم شده. یعنی چی؟ مثال ببینیم. سرعت خودروی دوباره 50. سرعتش 2/5 مقدار اولیه زیاد میشه. آها، یه لحظه. ما میریم 2/5 این 50 رو به دست میاریم، میذاریم رو خودش. یعنی مقدار افزایش سرعت 2/5. بله. اونجا درصد گفته، اینجا نسبت گفته. مگه خیلی فرق کرده قضیه؟ نه. 2/5 مقدار اولیه تغییر داشته. چون افزایش داشتیم سرعت ثانویه باشه اولیه به اضافه این یا منهای این؟ افزایش به علاوه. به اضافه. مقدار اولیه بوده 50 به اضافه 20 میشه چقدر؟ 70. نسبت سرعت ثانوی و اولی 70 به 50 که میشه 70. 1/4. یه جور دیگه هم بگیم. بریم. مگه اولش 1 نبوده مقدار و نسبتش؟ این 50 رو 1 بگیر دیگه، درسته؟ خب. 1 یعنی 5/5. چرا درست. میگم 5/5؟ تا با اون 50 هم مخرج بشه. اولش بوده 1 یا 5/5. 2/5 هم اضافه کن بهش. چه 7/5. یعنی مقدار ثانویه میشه 7/5. 2/5 بیشتر شده از اون مقدار اولیه. یعنی مقدار ثانویه میشه اولیه به اضافه 2/5. یعنی 5/5 به اضافه 2/5 میشه 7/5. وی 1 همونم که بوده 50. 7/5 ضرب در 50. نسبت چقدر زاده شد؟ مگه ثانویه 7/5 وی 1 نبود؟ دقیقاً. اولیه هم وی 1 بود دیگه. 7/5 وی 1 به وی 1. به خود وی 1 دوباره. هر راهی که برید به همون جواب میرسید، هیچ فرقی نمیکنه با کدوم حال میکنی، با کدوم سریع تری، با هم با همش باید حال کنید بچه ها. ابزاره مسلط بشید روش. این است. خب یه مثال دیگه. این دفعه گفته سرعت خود رو 77 دیگه زدم جاده خاکی. اوکی. اعداد خیلی عجیب پیش. خب سرعت خود رو 3/7 مقدار اولیه این دفعه کاهش پیدا میکنه. مقدار کاهشش خب بریم 3/7/77 ببینیم که چقدر میشه. 3/7/77 میشه 33. انقدر کاهش داره، یعنی سرعت ثانویش میخواد بشه 77 منهای 33 تایی که کاهش پیدا کرده. چه اوکی. نسبت سرعت البته این جا به جاشون جا به جا این برای اونه مقدار کاهش. اوکی. این ثانویه این مقدار کاهش. حله این سرعت ثانویه بودش. این سرعت ثانویه. بله. نسبت سرعت ثانویه به اولیه چی میشه؟ 44 به 77 که میشه 4/7. اوکی. قبوله. به 11 ساده شد. حالا
ما 77 بوده مقدار اولیم. بله.